بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید یک ایران اتمی خطرناک تر از کره شمالی است او که در جریان سفر به بریتانیا امروز در لندن صحبت می کرد همچنین از اتحاد و همکاری با عرب های سنی میان رو در منطقه به منظور مقابله با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران خبر داد. شهلا آراسته گزارش میدهد. نخست وزیر اسرائیل که به خاطر صدومین سالگرد صدور اعلامیه بالفور از سوی دولت بریتانیا در حمایت از تأسیس کشور یهود در خاور میانه به دعوت ترزامین نخوص بریتانیا به لندن سفر کرده روز جمعه در بنیاد چتم هاوس در لندن از لزوم رفع نقایص توافق هسته برجام صحبت کرد و گفت نباید در این ارتباط عقب نشینی کرد و یکی از راه های آن را اعمال تحریم های بسیار سخت علیه برنامه موشک های بالستیک ایران توصیف کرد. من به طور خاص به اینکه توافق باقی بماند یا نه اهمیتی نمیدهم بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی و استفاده و حمل آن مهم است اگر بدون توافق باز هم خوب است ولی باید این کار صورت گیرد چون ظرف مدتی کوتاه فقط چند سال ما نه تنها وضعیت کره شمالی را خواهیم داشت بلکه وضعیتی بی نهایت خطرناکتر به نگرانی جهانی سلطه یک ایدئولوژی غیر منطقی با زراتخانه سلاح های هسته ای از سوی کشوری با تولید ناخالص ملی سی برابر کره شمالی خواهیم داشت. آقای نتانیاهو ضمن هشدار در مورد تهدید ظهور اسلام ستیزجو در ایران از اتحاد و همکاری با دولت‌های عرب میانه رو به منظور مقابله با تهران صحبت کرد. خبر بعد این است که در نبرد میان قرون وسایی ها و مدرنیست ها قرون وسطایی ها به طور مشخص همراه با ایران پیش میروند. خبر خوب از سوی دیگر این است که دیگران با اسرائیل همراهی می کنند که سابقه نداشته. این چیزی است که من هرگز در طول عمرم انتظارش را نداشتم. این همکاری مؤثر میان اسرائیل و دولت های سنی معتدل برای مقابله با تجاوز ایران است و من واقعا فکر می کنم که یک نوید بزرگی برای صلح است. این یک جایگزین برای صلح با اعراب فلسطینی نخواهد شد ولی گفته معروفی است که اگر شما با فلسطینی ها صلح کنید با بقیه جهان عرب هم صلح خواهید کرد نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با سالگرد صدور اعلامیه بالفور و رد آن از سوی فلسطینی ها گفت مشکل دقیقا خودداری فلسطینی ها از شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودیان است. Now, اگر آنها این کار را میکردند تصور میکنم اختلاف خاتمه مییافت چون دلیل واقعی این مناقشه انکار مداوم رهبری فلسطینی از شناسایی یک کشور یهودی در هر مرزی و در هر چارچوبی است مردم فکر می کنند موضوع شهرکسازی است اما این یک مسئله است که باید حل شود و تصور من این است که در واقع مسئله قابل حلی است نخست وزیر اسرائیل در مورد رویکرد جدید و تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای آوردن اسرائیل و فلسطین به میز مذاکره ابراز خوشبینی کرد و صلح را قابل دسترس توصیف کرد. شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن